محبت خداوند ریخته در اردوی ما، از حضور خداوند شاد شده دلهای ما. ما هم شاد و خندانیم، با هم سرود میخوانیم، با محبت عیسی هم دیگر را دوست داریم. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. چقدر خوب و شیرین است با یک دیگر جمع شویم، با محبت عیسی خدا را به سراییم. دست ها را بر افرازیم در حضور خدا و گوییم با هم یک صدا، دوست داریم مسیحا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. هللویا لا 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 لا. محبت خداوند ریخته در اردوی ما، یهوه خدای ما میخرامد بین ما. حضور او آشکار است به روی خیمه ما، همه خانیم یک صدا، جلالت باد مسیحا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. هر جا هر دوست یا سه به اسم عیسی مسیح جمع بشن و از کارای خدا صحبت کنن و دعا و پرستش کنن، اونجا کلیساست. دوستای عزیزم، به کلیسای ما خوش آمدید. قبل از هر چیزی دعا میکنیم، چشممونو میبندیم، به حضور خداوند میریم. خداوند عزیز، ممنون و متشکر تو هستیم به خاطر اینکه پسرت عیسی مسیح رو به ما دادی تا او دردهای ما رو گرفت، تا عیسی مسیح زخمهای ما رو برداشت و گناههای ما رو روی شونه هاش گذاشت. مرسی خداوند به خاطر اینکه به خاطر اسم عیسی مسیح ما پاک و بیگناه شدیم. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم، باشو گذاری. آمین آمین. بچه ها، دوستای عزیزم، در هفته های پیش خوندیم که ابراهیم و سارا بچه دار نمی شدن، ولی از اونجا که خدا ابراهیم رو خیلی دوست داشت و ابراهیم هم خدا رو خیلی دوست داشت، خدا به اونا یه قول داد، گفت به زودی به شما یه فرزند میدم. و بعد هم خداوند یه پسر به ابراهیم و سارا داد، اسمشو گذاشتن اسحاق. اسحاق هم یعنی خنده. بچه ها میدونید چی شد؟ یواش یواش اسحاق بزرگ و بزرگتر شد. وقتی اسحاق بزرگتر شد، ابراهیم و سارا خیلی اسحاق رو دوست داشتن، چون سالها منتظر بودن که خدا به اونها یه فرزند بده، خیلی دوستش داشتن. یه روز خدا گفت ببینم ابراهیم منو بیشتر دوست داره یا اسحاق رو. بچه ما باید خدا رو بیشتر از همه کس و همه چیز دوست داشته باشیم. خدا گفت بذار من ابراهیم رو امتحان کنم. یه روز به ابراهیم میگه ابراهیم، پسرت اسحاق رو بردار ببر به سرزمین موریا.
اونجا روی کوهی که من به تو نشون میدم برای من قربانیش کن. پیدایش باب 22 آیه 2، همون آیه حفظی که همه شما امروز رو حفظ کردیم. آفرین. وقتی که این پیغام رو خداوند به ابراهیم ده، ابراهیم خیلی ناراحت میشه، فکر میکنه، میگه خداوند سالها تو دلش میگه، میگه خداوند سالها منتظر بودم یه پسر به من بدی، یه بچه به من بدی، حالا که بچه دار شدم بعد از این همه سختی، بچه‌م داره بزرگ میشه، باید اونو ببرم برای تو قربانیش کنم. هی فکر میکنه، هی فکر میکنه، ولی از اونجا که ابراهیم خدا رو خیلی دوست داشته، میگه خداوندا مطیعتم، هر چی که تو بگی. فردا صبح زود پسرش اسحاق رو بر میداره و میگه که اسحاق بیا بریم، برای خدا میخوان یه قربانی کنیم، یه مذبح درست کنیم و خدا رو پرستش کنیم. اسحاق هم میگه باشه. و اسحاق و ابراهیم 3 روز و 3 شب میرن تا به اونجایی که خدا به اونها نشون داد میرسن. وقتی که ابراهیم و اسحاق به اون محل میرسن، اسحاق با خوشحالی میگه بابا جون، اون بره که باید برای خداوند قربانی کنیم کجاست؟ ابراهیم خیلی ناراحت میشه، سرشو میندازه پایین و میگه پسرم، خدا اون بره رو آماده میکنه برام. و بعد با ناراحتی مذبح رو درست میکنه. گفتیم مذبح یعنی چی؟ در زمانهای قدیم جایی رو درست میکردن با سنگ و چوب و روش هیزم میذاشتن و اون بره قربانی رو برای خداوند قربانی میکردن. اونها میرن و اون مذبح رو آماده میکنن، سنگا رو میچینن و هیزم هم میذارن رو سنگا. و بعد ابراهیم با ناراحتی اسحاق رو میذاره روی هیزما تا اونو برای خدا قربانی کنه. وقتی چاقو رو بلند میکنه میخواد پسرش اسحاق رو قربانی کنه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ آفرین. خداوند میگه ابراهیم دست نگهدار، من فقط میخواستم تو رو امتحان کنم، ببینم چقدر منو دوست داری، آیا به حرف من گوش میکنی؟ تو از این آزمایش سربلند بیرون اومدی. ابراهیم من تو رو خیلی دوست دارم چون تو به حرف من گوش کردی. همون لحظه اسحاق و ابراهیم که داشتن صحبت میکردن با هم، میبینن یه قوچ بزرگ لای شاخ و برگ بوته ها گیر کرده و بعد میرن اون قوچ بزرگ رو میارن و با خوشحالی سرش رو میبرن و اون رو برای خداوند قربانی میکنن و هدیه میدن و اونجا کلی خدا رو پرستش میکنن. بچه ها، موریا یعنی محل ملاقات، جایی که خدا با ابراهیم ملاقات کرد. بچه ها، خدا از ابراهیم خیلی خوشحال تر میشه وقتی که میبینه ابراهیم خدا رو بیشتر از پسرش حتی دوستش داره. بچه ها، از این درس چند تا نتیجه میگیریم. یکی از نتیجه هایی که از این درس میگیریم میدونید چیه؟ بچه ها، ما از این درس نتیجه میگیریم توی زندگیمون باید مثل ابراهیم به خداوند اعتماد کنیم. خداوند وقتی یه چیزی به ما میگه ما گوش کنیم. و نتیجه بعدی این که ما توی زندگی خیلی چیزها داریم که دوستش داریم، پدر، مادر، خواهر، برادر، کلی چیزای قشنگ که تو دنیا داریم و خیلی دوستشون داریم. ولی باید یه چیز رو خوب بدونیم، ما بچه ها، ما بزرگترا، ما آدم ها توی زندگی بیشتر از هر چیز و هر کس باید که دوست داشته باشیم؟ آفرین. ما بیشتر از هر کس باید خداوندمون عیسی مسیح رو دوست داشته باشیم. و اگر خداوندمون عیسی مسیح رو بیشتر از هر کس و هر چیز دیگه تو دنیا دوست داشته باشیم، خداوند از ما خیلی خوشنودتر و خیلی راضی تره. الان با همدیگه میریم سراغ بچه هامون تا آیه های حفظی این هفته، یعنی پیدایش باب 22 آیه 2 رو با همدیگه بشنویم و برمیگردیم.
خداوند فرمون پسر عزیز اسحاق رو بردار و به سرزمین موریا برو. آنجا او را به روی کوهی که به تو نشان خواهم داد برای من قربانی کن. بدش باب 22 آیه 2. آمین. خدا فرمود پسر عزیز اسحاق را بردار و به سرزمین موریا برو. آنجا او را بر روی کوهی که به تو نشان خواهم داد برای من قربانی کن. پیدایش باب 22 آیه 2. آمین. Tanrı, sevdiğim biricik oğlunu İshak'ı al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalıksın olarak sun. Yaratılış 22:2. When God said, take his own Isaac and go to the land of Moria and offer them of the mountains that I will tell you. Genesis 22. Gott sagte, nimm deinen Sohn Isaac an und ziehe ins Land Moria und opfere ihn in den Berg, den ich dir zeigen werde. Mose 1, Kapitel 22. خداوند فرمود پسر عزیزت اسحاق را بردار و به سرزمین موریا برو. آنجا او را بر روی کوهی که به تو نشان خواهم داد برای من قربانی کن. پیدایش باب 2 آیه 22. خدا فرمود پسر عزیزت اسحاق را بردار و به سرزمین موریا برو. آنجا او را به روی کوهی که به تو نشون خواهم داد برای من قربان کن. پیدایش باب 22 آیه 2. داستان‌های کتاب مقدس. این قسمت اطاعت ابراهیم. اسم این زن سارا. سلام. سارا زن ابراهیم بود. یه روز وقتی که ابراهیم جلوی چادرش نشسته بود، خدا به اون ظاهر شد. ابراهیم نگاه کرد و سه مرد دید. خدا به ابراهیم گفت که اون و سارا پسری خواهند داشت. واقعاً؟ در حقیقت خدا به ابراهیم قول داد که فرزندان زیادی خواهد داشت. جدی؟ و نسل اون رو به اندازه ستاره‌های آسمان زیاد خواهد کرد. در اون موقع سارا خیلی پیر شده بود و وقتی که وعده خدا رو شنید خندید. فرشته خدا پیش اون رفت و گفت مگر کاری وجود دارد که برای خداوند سخت باشد؟ سارا تصمیم گرفت که به خدا اعتماد کنه. باردار شد و پسری به دنیا آورد و اسمش رو اسحاق گذاشت. وعده خدا به ابراهیم و سارا به حقیقت پیوست و ابراهیم پدر ملت‌ها شد و از بچه‌هاش بچه‌های زیادی به دنیا آمدند تا اینکه نسل او به اندازه ستاره‌های آسمون زیاد شدند. ابراهیم و سارا به وعده های خدا اعتماد کردند و ایمان داشتند که خدا به وعدهش عمل میکنه. خدا به ابراهیم وعده داد که به او پسری خواهد داد و از او قوم بزرگی به وجود خواهد آورد. خداوند طبق وعدهش عمل کرد و سارا باردار شد و پسری به دنیا آورد. این اسحاق پسر ابراهیمه. ابراهیم 100 سالش بود وقتی که اسحاق به دنیا آمد. خدا به ابراهیم گفت ابراهیم پسرت را به بالای کوه ببر و آن را برای من قربانی کن. خدا میدونست که ابراهیم چقدر پسرش رو دوست داره و خدا هم ابراهیم رو خیلی دوست داشت. ابراهیم با اسحاق به بالای کوه رفتند و درست وقتی که میخواست پسرش رو قربانی کنه فرشته خدا بهش گفت که ای ابراهیم، تو انقدر خدا را دوست داری که حاضری پسرت را برایش قربانی کنی. ابراهیم نگاه کرد و یک گوش رو دید و اون رو به جای پسرش قربانی کرد. مثل همیشه رسیدیم به پایان یک مشارکت دیگه. امیدوارم که هم شما کوچکترا و هم بزرگترا از این مشارکت روحانی برکت کافی رو گرفته باشید. دعا میکنم در نام عیسی مسیح که بتونیم توی زندگیمون باعث برکت همه بشیم. تا یه روز دیگه با یه مشارکت دیگه با تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا.